مهمان این هفته برنامه به عبارت دیگر به خاطر نظریه های جدل انگیزش شهرت جهانی داره. زمانی پایان تاریخ رو پیش بینی کرده. بعد به عنوان پدر فکری جریان نومحافظه‌کار در آمریکا مشهور شده. اما شهرتش در ایران بیشتر از هر چیزی به خاطر یک سخنرانی است که هرگز ایراد نکرده. پروفسور فرانسیس فوکویاما، آقای فوکویاما از شرکت شما در این برنامه متشکرم. شما مبتکر نظریه موسوم به پایان تاریخ هستید، به این معنی که در آینده لیبرال دموکراسی تنها نوع حکومت در همه کشورهای دنیا خواهد بود. این نظریه رو خیلی ها نقد کردن. عده‌ای میگن که کار شما اقدامی شتاب زده بود برای شادمانی از مرگ مارکس در پی فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق. عده دیگری برانند که نظریه شما فاقد پشتوانه تجربیه و در نتیجه فاقد اعتبار علمی. شما هنوز به این نظریه باور دارید یا در اون تغییراتی دادید؟ اول بگذارید موضوع نظریه‌ام را تکرار کنم. اگر دوران 150 ساله پیش از فرو ریختن دیوار برلین را مرور کنیم، می‌بینیم که روشنفکران مترقی در سراسر جهان بران بودند که چیزی به نام پایان تاریخ وجود دارد. به معنای نقطه پایان تحول سیاسی بشر. به گمان آنها نوعی آرمان شهر کمونیستی حاکم خواهد شد. من صرفاً این مشاهده را به انجام رساندم که در طول زمان نهادها و جوامع بشری در حال پیشرفت است، ولی نه به طرف کمونیسم، بلکه به طرف عالی ترین نوع سازمان اجتماعی لیبرال دموکراسی. من گفتم که این پدیده در سراسر جهان دارد رخ می‌دهد. هیچگاه نگفتم که تک تک کشورها چنین فرجامی خواهند داشت. به طور قطع هرگز نگفتم که آمریکا باید کشورهای دیگر را به زور به این سمت براند، بلکه لیبرال دموکراسی نقطه پایانی است که به نظر می‌رسد بسیاری از جوامع خواهان رسیدن به آنند. دیدگاهی هست که میگه لیبرال دموکراسی با ساختار خیلی از جوامع ناسازگاره، به خصوص بیرون از دایره ی آمریکا و اروپا و کشورهای دارای این نظام سیاسی. شما با این نظر موافقید؟ Liberal democracy. Do you subscribe to that idea? No, absolutely not. ابدا. اگر همین حالا به گوشه و کنار جهان نگاه کنید، می‌بینید که بسیاری از دموکراسی‌های موفق در بیرون از جهان غرب هستند. هند که دومین کشور پرجمعیت دنیاست، از زمان استقلال خود در سال 1947 دموکراسی بسیار موفقی داشته است و بسیار دور از تصور است که هند را با نظام دیگری بتوان اداره کرد. همینطور کره، تایوان، اندونزی در آسیا، سراسر آمریکای لاتین، حدود نیمی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا همه دموکراسی‌های نسبتاً موفقی دارند. بنابراین به نظر من ارزش دموکراسی در این است که نوع کارآمدی از حکومت است که به مردم امکان می‌دهد که اگر رهبرانشان اشتباه کنند یا فاسد باشند یا کارهایی مغایر خواسته مردم انجام بدهند از آنها حساب بکشند. من تصور نمی‌کنم دموکراسی یک ارزش غربی باشد، بلکه راه کارآمدی است برای اداره همه جوامع. If I remember correctly, you called on the Clinton administration to. شما از دولت بیل کلینتون خواسته بودید که از تغییر حکومت در عراق پشتیبانی کنه و در سرنگونی صدام حسین بکوشه. ولی بعدها دولت جورج بوش رو به دلیل برخورد نظامیش در عراق و اشغال اون کشور مورد انتقاد قرار دادید. چطور این دو رویکرد متضاد رو توجیه می‌کنید؟ Invasion in Iraq. How do you marry these two ideas together? Well, I think that first of all, I don't think anyone would disagree that Saddam Hussein was one of the most tyrannical and dangerous leaders in the world. اول اینکه گمان نمی‌کنم کسی قبول نداشته باشد که صدام حسین یکی از مستبدترین و خطرناک‌ترین رهبران در جهان بود. بنابراین اگر راهی برای برکناری یا مهار او پیدا می شد، کار بسیار به جایی بود. ولی به نظر من دولت بوش با حمله به عراق اشتباه بزرگی مرتکب شد.
یکی از مهمترین مشکلات این بود که آمریکا برای پیامدهای سرنگونی صدام آمادگی نداشت. برنامه‌ای برای بازسازی نهادها و برقراری ثبات در آن جامعه نداشت و برای همین فرصت بسیار بزرگی را برای بهبود وضع زندگی عراقی‌ها از دست داد. به نظر من نباید اجازه داد دیکتاتورهایی مثل صدام حسین هرچه خواستند با مردمشان بکنند، ولی کشورهای دیگر هم نباید با استفاده از نیروی نظامی برای این کشورها تصمیم بگیرند. این کاربرد قدرت بسیار خطرناک است و باید تنها با تایید گسترده بین المللی، مثلا از طرف شورای امنیت سازمان ملل صورت بگیرد. International mandate, you know, the UN Security Council or some other international institution really ought to back that kind of use of force. You have also criticized the notion of social engineering. شما از ایده مهندسی اجتماعی در عراق انتقاد کردید. این انتقاد با پشتیبانی شما از لیبرال دموکراسی چطور قابل جمعه؟ Government in the world. Do you mean to say that میخواهید بگید بعد از اون که شر حکومت‌های خودکامه از سر کشورهای مثل عراق کم شد، لیبرال دموکراسی به صورت فرایندی طبیعی، به صورت تکاملی شکل خواهد گرفت؟ And in an evolutionary manner go towards liberal democracy? Well, first of all, I don't think that any outside power من باور ندارم که هیچ قدرت خارجی بتواند در کشوری دموکراسی برقرار کند. این باور در ذات خود متناقض است. دموکراسی یعنی انتخاب مردم، یعنی پاسخگو بودن حکومت به مردم، و اگر مردمی خواهان یک شکل حکومت نباشند، هیچ دولت خارجی نمیتواند چنان نظامی را به وجود آورد. به نظر من مردمی که تجربه رهبران فاسد، مستبد، ناکارآمد یا خطرناک را داشته باشند، ارزش دموکراسی را درک میکنند. مردم خواستار در دست داشتن مهار حکومتند، ولی این تحولی است که باید از درون صورت بگیرد. یعنی مردم باید برای برقراری چنین نظامی بسیج شوند، نه آنکه از بیرون تحمیل بشوند. So what about the various examples we have, particularly in the Middle East region? ولی در خاورمیانه نمونه‌های متعددی هست از کشورهایی که دولت‌هاشون متحدان نزدیک غرب و آمریکان، ولی فرسنگ‌ها با دموکراسی فاصله دارن و شاید به همین دلیل خیلی از مردمشون غرب رو دشمن به شمار بیارن. به نظر شما آینده این کشورها چگونه خواهد بود؟ What do you think the future has in store for these kind of countries? Well, first of all, I think that during the Cold War and in the years since the Cold War, the United States has not done enough to در زمان جنگ سرد و بعد از آن آمریکا بیش از اندازه از حکومت‌های استبدادی حمایت کرده و نکوشیده از راه‌های صلح‌آمیز و دیپلماسی آنها را وادار کند آزادی بیشتری به مردمشان بدهد. به نظر من از آنجا که آمریکا قدرتی است بزرگ با منافعی متنوع، تا اندازه این مقصر است که دورویی پیشه کرده، چون درست است که کشورها باید منافع ملیشان را دنبال کنند، ولی در همان چارچوب کلی به نظر من آمریکا می توانست کشورهای دوست را به ایجاد فضای باز سیاسی ترغیب کند، زیرا هم زمینه‌اش فراهم بود و هم آمریکا صلاحیت اخلاقی این کار را داشته است. Kind of moral authority to suggest that to them. Well, there is this argument that if you push these countries to open up. اما عده‌ای میگن اگر چنین دولت‌های بیش از اندازه زیر فشار قرار بگیرن که به مردمشون حق انتخاب بدن، ممکنه تجربه الجزایر تکرار بشه. یعنی اینکه تندروها در یک انتخابات آزاد به قدرت برسن، ولی بلافاصله هر امیدی برای برقراری دموکراسی رو نابود کنن. What do you think about that? Well, I think that that's always going to be a danger. You know, what we want is not just democracy, meaning majority rule. به نظر من این خطر همیشه وجود دارد. دموکراسی فقط حکومت اکثریت نیست، بلکه نظامی است که به تکثر و ادامه انتخابات پایبند باشد. ما نمی‌خواهیم یک حزب خودکامه از راه‌های دموکراتیک به قدرت برسد. با این همه به نظر من ما در اوایل دهه 1990 در مورد الجزایر اشتباه کردیم، چون اگر حزب اسلامگرا به قدرت رسیده بود، باید با واقعیت‌های اداری کشور مواجه می‌شد و همین احتمالاً به معتدل شدن سیاست‌هایش منجر می‌شد.
من کاملا پشتیبان خطر کردن در برقراری دموکراسی هستم، هرچند که متضمن ریسک به قدرت رسیدن یک حزب خودکامه باشد. همین معیار رو به حماس هم اطلاق می کنید که در یک انتخابات دموکراتیک برنده شد؟ I think that Hamas represents an important very powerful strain of opinion in به نظر من حماس نماینده بخشی مهم و قدرتمند از افکار مردم فلسطین است. ما با دو گزینه بسیار مشکل مواجه بودیم. از یک طرف باید از دموکراسی در فلسطین حمایت می‌کردیم، ولی از طرف دیگر باید به حل و فصل بحران کمک می‌کردیم. حماس موضع سرسختانه‌ای گرفت که رسیدن به این هدف را خیلی دشوار کرد. ولی ما باید بپذیریم که مردم فلسطین به حماس رأی دادند. What do you think about the situation in Afghanistan? در مورد افغانستان چی؟ به نظر شما استراتژی درست برای آمریکا اینه که از اون کشور خارج بشه و بگذاره که مردم نظام دلخواهشون رو انتخاب کنن؟ Let the people just decide what kind of government they want to have. Well, unfortunately, متاسفانه من فکر نمی‌کنم بیرون رفتن آمریکا از افغانستان زمینه را فراهم کند تا مردم آن کشور حکومتشان را انتخاب کنند. چون در حال حاضر طالبان از تسلیحات و سازماندهی درخوری بهره مندند. اصلا روشن نیست که طالبان نماینده ای اکثریت مردم افغانستان باشند. علتی که ما خواهان انتخابات منظم و دموکراتیک هستیم این است که این زمینی برای یک بازی منصفانه است. یعنی هم طالبان و هم دیگران بتوانند نامزدهایشان را معرفی کنند و راه صلح‌آمیزی برای گرفتن تصمیم‌های سیاسی به وجود آید. اگر آمریکا بدون پایه‌گذاری چنین ساختار سیاسی از افغانستان بیرون برود، کسانی که بیشترین سلاح و بهترین سازماندهی را دارند، اراده خود را بر مردم افغانستان تحمیل خواهند کرد. But the US and international forces have already been there for 9 years and ولی الان 9 ساله که نیروهای آمریکا و کشورهای دیگه در افغانستانن. شما هیچ نشانه‌ای مبنی بر نهادینه شدن اصول دموکراتیک و هموار شدن راه برای آینده بهتر و روی کار آمدن یک دولت منتخب در اونجا می‌بینید؟ Democratically elected government could take power. آنچه من در مورد نهادهای دموکراتیک مشاهده کردم و آموختم این است که یک شبه پدیدار نمی‌شوند. از بسیاری جهات افغانستان کارش را با مسائل ساختاری متعددی آغاز کرد. فقر، نبود ارتباطات، سطح پایین سواد. بنابراین نباید انتظار معجزه‌ای در زمینه دموکراسی داشته باشیم. ولی پرسش این است که واقع بینانه ترین و کم زیان ترین نظام سیاسی که میتوان به آن چشم امید داشت چیست؟ من باور ندارم که طالبان بتوانند چنان نظامی را برقرار کنند. باید حداقلی از ساختارهای دولتی در افغانستان به وجود آید تا انتخابات دموکراتیک ممکن شود. به این ترتیب از دید شما بهترین شیوه عمل برای آمریکا و متحدانش در افغانستان چیه؟ به نظر من این اتفاقی است که دارد می‌افتد، ولی راه حل نهایی باید از طریق مذاکره به دست آید. آمریکا نباید حضور دراز مدتی در افغانستان داشته باشد. آمریکا برای خونسا کردن خطری بسیار مشخص که در 11 سپتامبر خودش را نشان داد در افغانستان حضور دارد و باید مطمئن بشود که این خطر دیگر وجود نخواهد داشت. به نظر من آمریکا باید قبل از خروج دولتی برخوردار از ثبات حداقلی در افغانستان به جا بگذارد و تنها راه این کار مذاکراتی است که در آن بخش‌هایی از طالبان که می‌توانند با بقیه جامعه همزیستی کنند راه حل ارائه That's the way the United States is then going to leave that country. So you don't agree with Mikhail Gorbachev who said recently پس شما با میخائیل گورباچف هم‌عقیده نیستید که اخیراً گفت آمریکا باید هر چه زودتر از افغانستان بیرون بره، چرا که به گفته او تجربه شوروی نشون داده که افغانستان باطلاقی برای نیروهای خارجی. We may come to that point. شاید به آن نقطه برسیم، ولی فکر می‌کنم هنوز به آنجا نرسیدیم. Going back to the issue of Islamic radicalism and extremism. برگردیم به موضوع اسلام‌گرایی و افراطی‌گری. People believe that there بسیاری برانند که برخورد میان تمدن‌های غرب و اسلام آغاز شده.
مثالی هم که ذکر می کنند سقوط امپراتوری روم بر اثر حمله قبایل آسیایی. میگن که همون اتفاق داره برای آمریکا و غرب میفته. شما این نظر رو قبول دارید؟ نه، فکر نمی کنم این نظریه درست باشد. اگر دنیا را به صورت کل نگاه کنیم، میبینیم که اندیشه ها و اصول دموکراتیک منشأ پیشرفت چشمگیری بودند. نه تنها در غرب و بخش های زیر سلطه آمریکا. اگر بپرسیم مهمترین اتفاقی که همین حالا دارد در جهان اتفاق میافتد چیست؟ به نظر من پاسخ این است. توسعه اقتصادی چین و هند، یعنی پرجمعیت ترین کشورهای جهان که با پیوستن به اقتصاد جهانی و پذیرش نهادهای مدرن سرمایه داری استاندارد زندگی مردمشان را بالا بردند و دارند وارد دوران نوید بخشی می شود. بنابراین دنیای آینده دنیایی چند قطبی خواهد بود. به نظر من عصر هژمونی آمریکا که از فرو ریختن دیوار برلن شروع شد و تا بحران اقتصادی اخیر ادامه داشت، پدیده‌ای غیر طبیعی بود. ما به سمت جهانی با قطب‌های متعدد قدرت می‌رویم. چین، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، برزیل و امثال اینها. این هیچ اشکالی ندارد. ما باید در دنیای متکثر زندگی کنیم و همه به آزادی مشترک، حرکت انسان‌ها و کالاها متعهد باشیم. این مهمترین اتفاقی است که دارد در دنیا می‌افتد. And that's fine. We should live in a kind of pluralistic world that is joined by common commitments to openness, you know, to movement of people, to goods, to international trade. And I think that's really the story. That's the most important story that's going on in the world right now. But in terms of political openness and in terms of. ولی از نظر آزادی سیاسی و نهادهای دموکراتیک چین و روسیه کم و کاستی دارند. به نظر شما این کشورها هم روزی ارزش‌های دموکراتیک رو خواهند پذیرفت؟ Think that they will someday embrace liberal democracies. Well, first of all, both of those countries compared to where they were. اول از همه هر دوی این کشورها در مقایسه با جایگاهی که یک نسل پیشتر داشتند جنبه اقتصادی آزادی را پذیرفتند. بازار آزاد را مجاز شمردند، به مردمشان اجازه سفر می‌دهند و با تجارت جهانی گره خوردند. حال پرسش این است که از نظر سیاسی آیا نظام‌هایشان مخالفت را مجاز خواهد شمرد یا نه؟ به نظر من در هر دوی این کشورها این اتفاق امکان پذیر است، چون مردم نمی‌خواهند در حکومت‌های خودکامه زندگی کنند که حقوق اساسیشان را از آنها دریغ می‌دارند. ولی این هم روندی تکاملی است که با بالا رفتن سطح ثروت و تحصیلات در آن کشورها اتفاق خواهد افتاد. برگردیم به موضوع اسلامگرایی افراطی. به نظر شما این جریان نقشی در سنگ انداختن بر سر راه رشد اقتصاد آزاد و دموکراسی خواهد داشت؟ به هر حال اسلامگرایی افراطی الان در جاهای مختلفی در دنیا مشغول فعالیت و جذب نیروه. جایگاه این جریان رو در افق 20 ساله آینده دنیا چطور پیش بینی می‌کنید؟ احساس من این است که هرچند این جریان ممکن است امروز نیرومند به نظر برسد، اما در مقیاس تاریخی آینده ای ندارد. چون از دیدگاه من مردم نمیخواهند در جامعه‌ای زندگی کنند که القاعده تصور میکند. جامعه‌ای به شدت قانون زده، بدون آزادی‌های فردی، عاری از ارتباط با جهان مدرنی که همه کشورهای دیگر در آن سهیمند. فکر میکنم این جنبش کند خواهد شد، چون یک موج واقعی از دموکراسی خواهی در دنیا وجود دارد. مردم خواهان مشارکت بیشتر در این دنیای باز هستند. البته این میتواند خطرناک باشد و واکنش هایی از قبیل آنچه در دهه گذشته شاهدش بوده ایم ایجاد کند. But the big cause, big idea that movements like Al-Qaeda focus on to recruit people. ولی یک مسئله اصلی که سازمان‌های مثل القاعده با تکیه بر اون جوانان پرشور رو برای عضوگیری به کار می‌برند، مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی‌هاست که چشم‌اندازی از بهبود هم نشون نمیده. این وضعیت چه نقشی در جریان اسلام‌گرایی افراطی داره؟ I think that
the conflict between Palestinians and Israelis. دهه هاست که مناقشه فلسطینی ها و اسرائیل منبع عمده ای برای بی‌ثباتی بوده. به نظر من یکی از اشتباهات بزرگ دولت بوش بی‌توجهی به این موضوع و دست کشیدن از تلاش برای حل این مسئله بود. خود من در وزارت خارجه آمریکا پس از توافق کمپ دیوید درگیر مذاکرات صلح خاورمیانه بودم. این معضلی بسیار پیچیده برای هر دو طرف است و هر دو طرف هم مواضعشان را سخت‌تر کردند. سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی باید در این جهت تلاش بیشتری کنند. There's a two-state solution to the problem of Palestine, and I think it's something that the international community and the United States have to continue to work towards. Yes, but how will it happen? How will it take real shape? اما با توجه به پشتیبانی آمریکا از اسرائیل، این کار در عمل چگونه قابل تحققه؟ به خصوص که گاهی به نظر میرسه اسرائیل به حرف بزرگترین متحد خودش و بزرگترین قدرت جهان هم گوش نمی‌کنه. Like in the development of new Jewish settlements. Well, I think it requires the United States to be, you know, genuinely. آمریکا باید واقعاً میانجی بی‌طرفی در این قضیه باشد و این مستلزم آوردن هر دو طرف به پای میز مذاکره است. آمریکا در گذشته نشان داده است که اگر مصمم باشد می‌تواند هر دو طرف را به امتیاز دادن تشویق کند. Both on Israel side and on the Palestinian side as well. اما این وضع در حال حاضر حاکم نیست. The United States brought the two sides to the table. آمریکا دو طرف رو پای میز مذاکره آورد، ولی بلافاصله بعد از شروع گفتگوها اسرائیلی‌ها گفتند که به ساختن آبادی‌های یهودی‌نشین ادامه خواهند داد. بله، از نظر من آمریکا باید در این زمینه موضعی اصولی بگیرد. United States, you know, needs to maintain a principled position on that. Now speaking of Iran, you have been widely quoted in some Iranian media. حالا بپردازیم به ایران. رسانه‌های نزدیک به دولت ایران در سال‌های اخیر به شکلی گسترده از قول شما نقل کردند که گفتید آیین تشیع یک پرنده است با دو بال، یکی آمادگی برای شهادت، یکی انتظار برای ظهور امام دوازدهم شیعیان، و ترکیب این دو عامل شیعیان رو نفوذناپذیر و شکست ناپذیر می‌کنه. آیا شما چنین چیزی گفتید؟ دوستان ایرانی من که این گفته ها را در اینترنت و در مطبوعات ایران دیده بودند برایم پیام فرستادند و پرسیدند که آیا چنین چیزی گفتم یا نه. من جواب دادم که اصلا نمیدانم که این گفته از کجا آمده است، چون من هرگز چیزی که کوچکترین شباهتی به این گفته داشته باشد نگفتم. من در عمر کاریم هرگز یک کلمه هم درباره تشیع به عنوان مذهب یا ایدئولوژی ننوشتم. بنابراین فکر میکنم این حرفها را یک کسی از خودش درآورده باشد. چندی پیش دولت ایران فهرستی از نهادهای دانشگاهی و سازمانهای غیر دولتی منتشر کرد و همکاری با آنها را ممنوع اعلام کرد. دانشگاه شما یعنی استنفورد هم در این فهرست بود. اینجا چه خبره که باعث میشه در لیست سیاه دولت ایران قرار بگیرید؟ Well, I am associated with an institute at Stanford called the Center for Democracy Development. من عضو مؤسسه‌ای در دانشگاه استنفورد هستم به اسم مرکز دموکراسی، توسعه و حاکمیت قانون. ما به عنوان یک عده محقق دانشگاهی پدیده توسعه و دموکراسی و حاکمیت قانون را مطالعه می‌کنیم. ما تحولات نقاطی مثل ایران را در زمان نقض حاکمیت قانون و تحولات مستبدانه مطالعه می‌کنیم و برای این قبیل مسائل در همه جای دنیا اهمیت قائل. ولی ما اساساً پژوهشگر و دانشجوی این رشته هستیم، نه فعال سیاسی. ما به دنبال تأثیرگذاری بر جریان‌های سیاسی نیستیم. We don't primarily try to influence policy. We really first, I think, want to understand what's happening. آقای فوکویاما، از شما برای شرکت در این مصاحبه متشکرم. من هم متشکرم.